سلام بچه ها، دلم براتون تنگ شده بود. دفعه قبل چه نقاشی کشیدین؟ بله، رنگین کمون رنگارنگ و با کاغذ رنگی های مختلف درست کردیم. ما نمیتونیم وقتی نقاشی میکنیم به آسمونا بریم، ولی میتونیم به یه سفر داستانی از طریق نقاشی و رنگ کردن بریم. دوست دارین امروز به یه سفر دیگه بریم ببینیم قراره چه داستان دیگه امروز با هم ببینیم و بشنویم؟ پس با ما همراه باشین. ابر به دوستاش گفت: من خیلی خوشحالم که شما دارید بالا میایید. وقتی که ابر اینو گفت، دخترک ما پاسخ داد: خیلی جالبه، ولی من در واقع راهمو برای رفتن به خونم گم کردم. وقتی که داشتم خونمو پیدا می کردم به اینجا اومدم. اینجا رو خیلی دوست دارم. می خوام خونوادمم به آسمون دعوت کنم. بچه ها، همونطور که ابر به دختر گوش می داد، لبخندی زد و ناپدید شد. با خودش ابر دیگه ای رو آورد، اما چه اتفاقی افتاد؟ ها؟ ابر یه خونه خیلی زیبا برای دوستاش آورده بود بچه ها. بله بچه های من، ابر خونه خیلی زیبایی برای دوستاش آورد. بیاییم با هم سعی کنیم یه خونه خیلی خیلی خوشگل بکشیم. خب، اول من میخوام یه مربع به این شکل بکشم. خب، یه مثلثم بالاش میکشم اینجوری. خب، الان میخوام سقفش رو بکشم. این یه سقف مثلثیه، اینم دیوارای خونه مربعی هستن. حالا در کنارش یه مربع خیلی بزرگ یه شکل مثلثی اندازه بالای اون مربع برای نشون دادن پشت بومش کشیدم. خب، حالا میخوام روی سقف طرح‌های اینجوری بکشم. حالا میخوام پنجره های خونه رو بکشم بچه ها. پنجره های خونه رو حتما نشون بدی. اینجوری. حالا بیاین در رو به یه شکلی بکشیم که به قسمت بالا قوس داشته باشه، اینجوری. خب، یه دستگیره خوشگلم براش میکشیم. کنارش یه پنجره میکشم. بیاین پنجره رو به شکل ابر بکشیم، اینجوری. نگاه کنین. بچه ها، خونه رو با آسمون همونطور که فکر میکنین فوق‌العاده است نشون بدین، باشه؟ خب، حالا من اینجا روی سقف یه قلب میکشم، یه ابر خیلی بزرگ میخوام بکشم مثل این، اینجوری. خب، داخل ابرم با خطای مدور اینجوری پر میکنم. پر کنید بچه ها.
خب حالا با آبی تیره رنگامیزیش میکنیم. همه جا رو بکشی. خوبه. همینطور که دفعه قبل انجام دادیم چند تا ابر سفیدم اینجا میکشم. این و خوبه. این ور اینجا هم میکشیم و اینجا اینجا هم یه دونه میکشم. خب بچه ما خونه رو بالای آسمون رنگامیزی میکنیم. دیوارا رو دارم رنگ میکنم. به نظر من بهتره خونه رو با چند تا رنگ رنگامیزی کنیم تا با یه دونه. نظر شما چیه؟ این دیوار رو به این رنگی که دارید میبینید من رنگامیزی میکنم. همه جاشو رنگ کنیم. به نظرتون در رو زرد و سبز کنیم؟ خوش رنگ شد. بالای پشت بومم زرد و سبز میکنم. کناره‌هاشم رنگامیزی کنیم. رنگای زرد و سبز و تمام قسمت‌هایی که دوست دارین رنگامیزی کنیم بچه‌ها. خوبه. خب حالا این زیر رو رنگ صورتی میزنم. قسمت بالا رم صورتی رنگ میکنم. خوبه. حالا قلب و قسمت پایینی رو قرمز میزنم. داره بیشتر و بیشتر رنگامیزی میشه. قشنگ میشه خونمون. رنگ بعدی چیه؟ بنفش. خب این برارم بنفش میزنم. به غیر از پنجره ها بقیه رو رنگامیزی میکنیم. نظرتون چیه؟ اگه دوست ندارید بقیه رو اینجوری رنگامیزی کنید میتونید خیلی گسترده و وسیع بدون اینکه پنجره ها رو رنگ کنید رنگامیزی کنید. خیلی به خودتون سخت نگیریم بچه ها. خب این یکی قسمتم. رنگ سبز رو براش انتخاب کردم. وای بچه ها، یه خونه خیلی خوشگل و بهشتیه که داره کامل میشه. نه؟ خیلی خوب. خب الان میتونیم پشت زمینه رو رنگ کنیم بچه ها. پس بیاین پشت زمینه رو با پاستل نمایش بدیم. آسمون رو ببینین، دارم رنگ صورتی میزنم. ما تو الان خیلی آسمون رو کشیدیم و نقاشی کردیم. آسمون آبی، آسمون زرد، آسمون بنفش و آسمون سبز. پس این بار دارم صورتی رو امتحان میکنم. یک کمی هم از بنفش روشنم توش استفاده میکنم. پایینش هم با رنگ صورتی تیره رنگامیزی کنی.
خیلی خوب. خب به نظرتون الان ماساژش بدیم؟ بله. ببینید بچه ها، این ابر اولش سفید بود و الان داره به رنگ صورتی تغییر پیدا میکنه. ماساژ بدیم بچه ها. اگه دوست دارین رنگ و تیره تر نشون بدین، میتونین از رنگ بیشتری استفاده کنین. اینطوری ماساژش بدین. ببینید اینجوری. میخواین این پایینو بیشتر رنگ کنم اینجوری؟ حالا ماساژش میدم. رنگ بنفش زدم و ماساژ دادم. با صورتی تیره میکسش کنیم بچه ها. سعی میکنیم رنگ صورتی رو هم بیشتر ماساژ بدیم. رنگ آبی رو که با پاستیل کشیده بودم هم ماساژ دادم و ابرارم با اون رنگ اینجوری. ببینی؟ همبار میشم. خب تموم شد. خب بچه ها، کلاس چطور بود؟ تونستید خونه بهشتیتون رو خیلی آزادانه و شگفت انگیز توصیف کنید و نمایش بدین؟ من دوست دارم یه خونه زیبا از شما رو نقاشی کنم. تا حالا کلمه یه تخیل و رویا به گوشتون خورده؟ تخیل به شما میگه که تو ذهنتون به یه داستان فکر کنید که اصلا نمیتونید ببینیدش. شاید هم اصلا وجود نداشته باشه. این چیزیه که شما قبلا ندیدید و سعی میکنید اونو تجسم کنید. میتونید از این طریق به پادشاهی آسمون سفر کنید. پس هر چقدر دوست دارید از تخیلتون استفاده کنید و نمایشش بدید. دفعه دیگه دوباره همدیگر رو میبینیم و با هم نقاشی میکشیم. خب بچه ها، خدا حافظ.